فیلم سینمایی میلیونرهای گرسنه که تو سال 1346 ساخته شده، از این قراره که راننده تاکسی برای به دست آوردن پول نجات یکی از دوستان بیمارش به مهمونی باشکوهی که تصادفاً کارت دعوتش رو پیدا کرده میره. در اونجا با دختر متمولی آشنا میشه و این دو نفر عاشق همدیگه میشن. چند وقت بعد متوجه میشه که دختر هم به طور اتفاقی به اونجا اومده بوده و دختر پولداری نیست. بخشایی از فیلم میلیونرهای گرسنه رو با هم تماشا میکنیم. بیا اینم جورا ببینم دیگه چه بهانه ای میگیری. من لباس عید میخوام. ساکت باش دختر، ساکت باش، خوب نیست آدم. ولش کن مادر همینطوره شیرونی ها رو میخوره. دست نزن، میذاری این دوتا گل شیرونی بمونه جلو مردم آبرومون برگزار بشه. ولش کن دیگه، بسته دیگه بچه ها بسته. صدای اون رادیو رو یه خود بالا هم کن. بگی بشین. باری کلا دختر، الان سال تعبیر میشه، هنوز شمار روشن میشه. سال تعبیر خوب نیست، خواب باشین. اون وقت آخر سال همینطور خوابی. زود باشین دیگه بچه ها، بیاین بیاین بشینین پای حفصه، الان سال تعبیر میشه. بدویم بیاین بدو بریم سر حفصه. جونم جون الان سال تعبیر میشه. مادر امسال دیدنی نمیری؟ چرا جون، ما همه جا میریم. عقیله باشه عید نداری؟ این وقت سال تحویلی دعا کنیم، همه تون دعا کنیم بچه ها. از خدا بخواییم پدر جونتون رو زودتر شفا بده، اون وقت براتون لباس میخریم، همه چی میخریم. آخه به خدا چی بگیم که پدر جون حالش خوب بشه؟ همین که گفتیم دعا. خدا شماها رو دوست داره، به حرفاتون گوش میده. مادر داره سال تحویل میشه، اما از اگه به همون روز بیاد همه چی برامون میاره. مبارک آغاز سال نو. بودو علی، بودو تا کسی نایمده گلدونو بردار برو از در بیا تو، تا قدمت خوبه. خدایا خدایا، هرچه غم و درد و ناخوشیه میذارم پشت این در. تو این سال نوی با خودم خوبی و خوشی و سلامتی رو تو این خونه میبرم، واسه خودمون و واسه همسایه‌هام. فیلم سینمایی شاطر عباس که تو سال 1350 ساخته شده، راجع به شاطر عباسه که خانواده خوب و زندگی آرومی داره و عاشق دختری به اسم فاطمه میشه. خواستگارای دیگه فاطمه سعی میکنن شاطر رو پیش فاطمه بدنام کنن، اما در نهایت این دو نفر با هم ازدواج میکنن. بخشایی از فیلم شاطر عباس رو با هم تماشا میکنیم. عوضش میخوام برای توی وکیل خوب بگیرم، شاید با قرار بچه و زمان بتونه بیرونت بیاره. پول از کجا میاری بدی؟ نکنه میخوای از شاطر عباس بگیری؟ نه، یه آدم پولدارتر از اون این کاره میکنه. فاتی چی میگی؟ این سر و وسط از اول منو دو به شد کرده بود، نکنه از راه راست منحرف شدی. راه راست کدومه؟ اونی که تو رفتی؟ یا اونی که من رفتم؟ خجالت بکش. چرا خجالت بکشم؟ از کی خجالت بکشم؟ مگه همون قد که یه عمر زیر سایه مثلا بابای قلابی خوش غیرتم کشیدم بس نبود؟ مگه خجالت همراه با نطفه من تو شکم تو بسته نشده بود؟ مگه فرق کار من با تو چیه ها؟ تو یه مرد دائم الخمر بیکارا رو سرپوش کارهای خودت کرده بودی؟ اما من میخوام دیگه نمیخوام حرفاتو بشنوم. حیف عمری که به خاطر تو تو اون خونه سر کردم. برو گم شو، دیگه نمیخوام فیلم خشم کولی با بازی فردین و پوری بنایی محصول سال 1347. زنی حسود تنها پسر مردی رو از اون دور میکنه. کولی ها پسر رو پیدا میکنن و اونو نزد خودشون بزرگ میکنن. وقتی پسر بزرگ میشه ندونسته عاشق دخترموش میشه، اما پدر با این ازدواج مخالفه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنه. بهره!
کار سیر نمیشه. بگیر مادر حالا برمیگردم. بسته دیگه بهرام. رفت بر سراغ سومی. برمیگردم. از دیشب تا حالا که اومدیم تو این منطقه چادر زدیم همش دلواپسم. زنها بود به خاطر تو به این سرزمین قدم نذاشتیم، اما پیر قبیله ای ما وصیت کرده بود اونو اینجا به خاک بسپاریم. برای پسرم خیلی نگرانم، میترسم اونو از من بگیرم. هیچ نگران نباش مرجان، این یه راز قبیله ای ماست. این راز برای ما کلی و مقدسه، هرگز کسی اونو فاش نمی کنم. تنها دلخوشی من تو این دنیا بهرامه. فیلم چرخ و فلک با بازی محمد علی فردین، رضا بیک ایمانوردی و آذر شیوا داستان پسری به نام محمده که تو کودکی به دلیل فقر با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرده. سالها بعد زمانی که از زندان آزاد میشه با دختری مواجه میشه که تو گذشته همکلاسی دوران بچگیش بوده و دوستش داشته. اون به توصیه دختر تصمیم میگیره به زندگی شرافتمندانه برگرده. قسمت هایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. چرا اومدی اینجا؟ پاسبانم با خودت آوردی یا نه؟ چرا معطلی؟ چرا نمیگی منو به جرم دزدیدن جواهر دستگیرم میکنن؟ هیچ میفهمی چی داری میگی ماما؟ چرا این حرفو میزنی؟ چرا؟ چرا؟ برای این که من یه دزد جیب برم، یه آدم زندون دیدم که رو پیشونیم داغ ننگ زدن، حالا فهمیدی چرا؟ بازم بگو چی داری میگی؟ تو یه دزدی؟ نه. آره مادر، حالا موقعش رسیدی که بفهمی شغل شریف پسر چیه. نه تو دروغ میگی، تو دروغ میگی. نه خدای من، خانم شما بگین که پسرم دروغ میگه، بگین. پسرت راست میگه مادر، اما محیط فاسد اونو وادار کرده که این کارو بکنه. نه نه تو هم داری دروغ میگی، پسر من دوز نیست. چی داری میگی مادر؟ خودت بگو که دروغه، بگو که تو دوز نیستی. نه مادر دروغ میگم، یه دوزم، من یه جیب برم، یه جیب برم. خب دیگه گریه نکن مادر، تو خودت به من حق بده. اگه منم مثل همه بچه های دیگه پدر داشتم، اگه مثل همه بچه های دیگه میتونستم درس بخونم و به تحصیلم ادامه بدم، هیچ وقت به این روز فلاکتبار نمیافتادم، برای خودم آدمی میشدم. حق با تو پسرم، حق با تو. فیلم سینمایی گدایان تهران که تو سال 1345 ساخته شده، راجب پیرزن گلفروشیه که از کودکی دخترش رو برای تحصیل به شهر دیگه‌ای فرستاده. اون همیشه وانمود کرده که دخترک از خانواده مرفه و ثروتمندیه. دختر خبر میده که با نامزدش که اون از یه خانواده متموله قصد سفر به تهران رو داره. پیرزن با کمک آشنایان و نزدیکان شرایطی رو ایجاد میکنه که بتونه واقعیت رو پنهان کنه، اما در نهایت حقیقت آشکار میشه. بخشایی از فیلم گدایان تهران رو با هم تماشا میکنیم. آخه چرا؟ فراموش کن نازی، همه چیزو. خیال میکنی آسونه؟ اگه من بخوام چیزی رو فراموش کنم باید همه این سالای زندگیمو فراموش کنم، این به نظر تو آسونه؟ آسون یا سخت ما مجبوریم این کارو بکنیم. شاید حق با تو باشه، یعنی حتما حق با توی. خود منم همین خیالا رو میکردم. میدونی؟ من درست نمیدونم، ما واسه هم ساخته نشدیم، یعنی به درد هم نمیخوریم. خب شاید همش یه عادت بوده. آره آره حتما همینطوره. خب ما به هم عادت کردیم دیگه، یعنی از بچگی آدم مگه دیوونه است که فقط بیاد به خاطر یه عادت ازدواج بکنه؟ میدونی من ممکنه زن پسر عمون بشم، اون یه مهندسه خیلی هم خوش تیپه، یا زن پسر خالم، اونم اومده بود خواستگاری من، دو تا پاشو کرده بود تو یک کفش که من نازی رو میخوام. تا
تازه من خیلی خواستگاره دیگه هم دارم، شاید 10 تا، نه 20 تا، نه 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 شاید هم 50 تا بشن، نمیدونم، اصلا نمیدونم، شاید هم برسن به 100 تا. خیلی خوب، سر کدوماشون بشن؟ اما من میگم پسر خالم یا پسرمو، اونا چطورن؟ من که خیلی دوستشون دارم، تو میگی زن کدومشون بشن؟ ها جوابمو بده. ناز بهتره همدیگر رو گول نزنیم.